درود به همه شما دوستان جلسه پیش درباره نقش ویرانگر توهم خود بزرگ بینی در قلم را اخلاق صحبت کردم در کامنت هایی که از دوستان این سال رو طرح کرده بود که آیا توهم خود کوچک بینی هم وجود داره؟ و اگر وجود داره چه تأثیری بر زندگی انسان میگذاره؟ امروز میخوام در پاسخ به این پرسش حالتی رو توضیح بدم که درش انسان نسبت به خودش دارای باورهای تحقیرآمیز و نادرست شده باشه. حالتی که اسمش رو توهم خود کوچک بینی میگذارم. اما مفهوم به نام عقده حقارت هم وجود داره که در حوزه روانکاوی و روانشناسی توسط آلفرد آدلر معرفی شد و بعدا پیر ژنت، زیگموند فروید و کارل یونگ هم دربارش صحبت کردند. عقده حقارت خودش بحث مفصلی داره که موضوع صحبت امروز من نیست. تمرکز گفته امروز من صرفا روی توهم خودکوچکبینی خواهد بود. خب این فیلی که در تصویر میبینید بسیار قدرتمنده. میتونه با خورتومش یه درخت رو با ریشش از زمین بیرون بکشه. با این وجود با همین تناب باریک اسیرش کردند. حتما قدرت پاره کردن تناب رو داره با این حال از جاشتکون نمیخوره و فرار نمیکنه. چرا اینطوره؟ ببینید همه چیز از دوران کودکی شاغاز شده. گرچه بچه فیل ها هم قوی هستند ولی نه به اندازه کافی که بتونند چنین تنابی رو پاره کنند. در همون دوران کودکی وقتی بچه فیل رو با تناب میبندند سخت تلاش می که تناب رو پاره کنه و خودش رو از بند رها کنه ولی موفق نمیشه. همون موقع باوری در ذهن شکل می گیره. باوری که از هر تنابی و از هر زنجیری مستحکم تره. اون باور اینه که من برای پاره کردن این تناب قدرت کافی ندارم. که من قادر به فرار کردن نیستم که من مستحق آزادی نیستم. همین باور نهادینه شده است که تا آخر عمر او رو از حرکت باز می‌داره. حتی زمانی که قدرت کافی برای پاره کردن تناب رو به دست آورده اون باور اولیه که نوعی توهم خود کوچک بینی به حساب میاد دائما مثل پژواکی در ذهنش انعکاس پیدا میکنه و بهش میگه که تو نمیتونی این تناب رو پاره کنی تو قادر نیستی خودت رو آزاد کنی چون این باورهای نهادینه شده ای در ما انسان ها هم وجود دارند باورهایی که ما را از تلاش و مبارزه برای تغییر شرایط باز می دارند. چه در سطح فردی، چه در سطح اجتماعی. توهم خودکوچکبینی بینی باعث میشه که ما انسانها خودمون رو از زندگی که استحقاقش رو داریم محروم کنیم. توهم کوچک بینی باور نادرستی که مثل تناب ذهنمون رو به بند و اسارت میکشه و تا وقتی این تناب رو پاره نکنیم واقعیت زندگیمون عوض نخواهد شد. اما چگونه میشه این تناب رو پاره کرد؟ چگونه میشه از شر باورهای توهمامیز نهادین شده خلاص شد؟ راحلش اینه که کلا نسبت به باورهامون شکاک باشیم و هر چند وقت یک بار درستی و نادرستی اونها رو از نو بسنجیم. قبلا درباره شک دکارتی با هم صحبت کرده بودیم. دکارت میگفت ذهن انسان مثل یک سبد سیب میمونه که درش هم سیب های سالم و تازه وجود دارند و هم سیب های خراب و گندیده. در این تمثیل سیب ها معادل باورهای ما هستند. می هر چند وقت یک بار سیب ها را از سبد بیرون بیاریم و سلامتشون رو مورد بازرسی و بازبینی قرار بدیم. سیب های تازه رو داخل سبد بگذاریم و سیب های گندیده رو دور بریزیم. توهم خودکوچکبینی هم درست مثل توهم خود بزرگ بینی شبیه یکی از اون سیب های گندیده است. باور نادرستی که اگر شناسایی وری شکن نشه در زندگی انسان تاثیر ویرانگری خواهد داشت. اکثر ما در دوران کودکی ماجراجو، شجاع و ریسک پذیر بودیم. رویاه های کودکانه ها داشتیم و باور داشتیم که میتونیم اون رویاه ها رو محقق کنیم. اما با گذر زمان این جهان بینی زیر گرد و غبار محو شد و جهانبینی دیگری جاشو گرفت. شرم و خجالت جایگزین بیپروایی شد. تمایل به همرنگ جماعت بودن جایگزین تمایل به بی نظیر بودن شد. ترس جایگزین شجاعت و احتیاط جایگزین روحی ریسک پذیری شد. اینها مثل تنابهایی بودند که به مرور زمان ذهن ما را به بند کشیدند. خانواده ها، معلمان و جامعه هم چه با نیت خیر چه با غرض ورزی در این فرایند صحیم بودند برای مثال کودکی رو در نظر بگیرید که از طرف مدرسه قرار با همشاگردیاش بره مسافرت خودش در حد توانش چمدونش رو بسته بعد مادرش از روی دلسوزی جلوی چشمان فرزندش چمدون رو باز میکنه همه وسایل رو بیرون میریزه لباسهایی که کودک انتخاب کرده بود رو کنار میگذاره و لباسهای مناسبتری که خودش صلاح میدونه رو جایگزین میکنه بعد خیلی مرتب و منظمتر چمدون رو خودش از نو میبنده. حالا تصور کنید اون کودک بزرگ شده و میخواد برای رفتن به دانشگاه انتخاب رشته کنه. باز والدین از روی دلسوزی بهش میگن این رشته که میخوای انتخاب کنی برای تو مناسب نیست. فلان رشته پرستیژ و درآمدش بهتر و مناسب تره. همون فرد چند سال بعد با دختری یا پسری آشنا میشه و میخواد باش ازدواج کنه باز پدر و مادر بهش میگن این فرد برای تو مناسب نیست ما خودمون کیس بهتری برات سراغ داریم ترتیب آشناییتون رو خواهیم داد این گونه است که توهم خود کوچک بینی مثل تنابی به مرور دور پای اون شخص بسته میشه در این مثال باوری در او به وجود میاد که خودش قادر نیست برای زندگیش تصمیم درست بگیره دیگران باید براش تصمیم گیری کنند یا مثلا این باور غلط در او به وجود میاد که اشتباه کردن و شکست خوردن خیلی چیز بدیه که همیشه همه چیز باید عالی باشه که همیشه باید بهترین تصمیم رو گرفت اما من نمیدونم بهترین تصمیم کدومه باید بذارم دیگران برام تنگ تکلیف کنند اینها تنابهایی هستند که ذهن انسان رو به بند میکشند مثل اون فیلی که در توهم خود کوچک بینی زندگی میکرد ما انسانها هم بسیاری از اوقات با همون باورهایی که از گذشته نسبت به خودمون داشتیم به زندگی ادامه میدیم باورهایی که شاید از اول غلط بودند یا شاید در زمان شکلگیریشون درست بودند ولی امروز دیگه صادق نیستند. اما ما هنوز داریم با همون باورها زندگی میکنیم. وقتی فردی احساس میکنه که به اندازه کافی باهوش و با استعداد و توانا نیست یا قابل اعتماد نیست یا به اندازه کافی دوست داشتنی نیست یا مستحق بیش از اونچه داره نیست اینها همون ها همون توهمات خودکوچکبینی هستند هایی که ما را از حرکت باز می‌دارند باورهای منفی که جلوی پیشرفتمون رو می گیرند. در زمینه شغلی بسیاری از افراد کارشون رو دوست ندارند یا از درآمدشون راضی نیستند ولی از روی توهم خودکوچکبینی احساس می‌کنند که شایستگی بیشتر از این رو ندارند که لایق تغییر و تحول نیستند در زمینه روابط احساسی در زوجها هم همینطوره. بسیاری از افراد از روی توهم خودکوچکبینی بینی احساس می که لایق یک رابطه خوب و آرامش بخش نیستند. حتی وقتی گیر یک فرد سادیستیک، آزارگر و پرخاشگر می افتند، باز هم رابطه را ادامه می و امیدوارند که اگر لذت بخش نیست حداقل خیلی عذاباور نباشه. این افراد هم دچار توهم خودکوچکبینی بینی هستند. باورهای انسان روی جهان بینیش تاثیر میگذارند و جهان بینی انسان روی تصمیمات و رفتار و عملکردش تاثیر میگذاره و عملکرد انسان واقعیت زندگیش رو می سازه. جهان کسی که دچار توهم خود کوچک بینیه روز به روز کوچک و کوچکتر میشه. در دارتمث کالج یکی از معتبرترین دانشگاه آمریکا، آزمایش جالبی درباره تاثیر باور غلط افراد نسبت به خودشون انجام شد. در این آزمایش صورت شرکت کنندگان را با یک زخم مشمعس کننده گریم می کردند. بعد اونها را برای انجام یک مصاحبه به اتاق دیگری می فرستادند. از طرف دیگه مصاحبه کنندگان از قبل نمی با چه کسی و تحت چه شرایطی قرار روبرو بشند. بعد از مصاحبه افراد باید گزارش میدادند که مصاحبه کنندگان چه واکنشی نسبت به زخم روی صورت اونها نشون دادند و رفتارشون نسبت به اونها چگونه بود اما یک کلکی بهشون می زدند. درست قبل از اینکه وارد اتاق مصاحبه بشن گریمور بهشون میگفت یه لحظه صبر کنید باید یه تاچ نهایی روی گریم صورتتون انجام بدم بدون اینکه خود اشخاص متوجه بشند زخم رو کاملا از روی صورتشون برمیداشتند بنابراین زمانی که وارد اتاق مصاحبه می شدن قیافشون مثل همیشه کاملا نرمال بود. اما خودشون بر این باور بودند که اون زخم مشمعز کننده هنوز روی صورتشونه. جالبه که وقتی برمیگشتند گزارش میدادند که چقدر مصاحبه عجیب برگزار شده که طرف مقابل از دیدن زخم روی صورتشون گرچه مستقیما چیزی نگفته ولی به وضوح دچار اشمعزاز و چندش شده معذب شده و نمیخواسته مستقیم توی صورتشون نگاه کنه گزارش میدادند که هنگام مصاحبه هر دو طرف احساس خیلی بدی داشتند ببینید توهم این که زخمی روی صورت شخص وجود داشته روی رفتارش و روی تجربهش از واقعیت تاثیر گذاشته او با پیشداوری نسبت به رفتار مصاحبه کننده وارد اتاق شده و چون رفتار خودش بر اساس این پیش داوری غیر طبیعی بوده این احساس منفی رو به طرف مقابل منتقل کرده و این واقعا روی برخورد مصاحبه کننده هم تاثیر گذاشته انتقال رفت و برگشتی این احساسات منفی به یک چرخه معیوب تبدیل شده و نهایتا مصاحبه ای که میتونست به خوبی صورت بگیره تبدیل شده به مصاحبه ای که درش طرفین از مصاحبت با هم معذب بودند اینجا توهم فرد مبنی بر اینکه چهرش زشت و مشمعس کننده است واقعیت ناخوشایندی رو برای هر دو طرف به وجود آورده. پس اینکه ما چه باوری نسبت به خودمون داریم روی رفتارمون با دیگران و روی رفتار دیگران با ما تأثیر میگذاره. توهم خود کوچک بینی بین انسان فاصله میندازه. شنیدم که زنی با مردی ملاقات میکنه. چند هفته که از رابطهشون میگذره مرد دیگه به پیغام های زن پاسخ نمیده. زن به خاطر توهم خود کوچک بینی فکر میکنه که به اندازه کافی خوب نبوده و برای اون مرد کافی نبوده به همین دلیل ترد شده از طرف دیگه بعدا معلوم میشه که اون مرد هم به خاطر توهم خود کوچک بینی فکر میکرده که در طولانی مدت نمیتونه و در حد و اندازه نیست که اون زن رو خوشبخت کنه از ترس ترد شدن و دل شکست شدن در آینده قبل از اینکه عشقشون عمیق بشه با خودش گفته بهتر رابطه را همینجا تا دیر نشده قطع کنم پس در این مورد هم میبینید که چگونه توهم خود کوچک بینی در هر دو طرف باعث از بین رفتن یک رابطه شده گاهی اوقات توهم خود کوچک بینی در افرادی بروز میکنه که برای ما غیر منتظر است مثلا یه تاپ مدلی به نام کامران راسل میگفت با وجود قد بلند و پاهای کشیده و موهای زیبا بسیاری از مانکنها از لحاظ فیزیکی اصلا احساس رضایت از خودشون ندارند. در توهمات خودشون به اندازه کافی زیبا نیستند یا به اندازه کافی لاغر نیستند. انسانی که دچار توهم خود کوچک شده باشه، عزت نفس و حرمت نفسش رو از دست میده. شدیداً محتاط و محافظه کار و دنبال روی جمع میشه. بدین ترتیب خودش رو از داشتن یک زندگی اصیل محروم میکنه. از ترس اینکه کارهاش عیب و نقص داشته باشند دست به هیچ کار فوق العاده ای نمیزنه. دوچار تناقض میشه چون از یک طرف کمالگراست و از طرف دیگه به شرایط نامطلوب زندگیش رضایت میده. کسی که دوچار توهم خود کوچک بینی شده از شکست خوردن میترسه. قافل از اینکه انسان از شکستهاش میآموزه و تجربه کسب میکنه تا زمانی که آدم زمین بخوره بعد دوباره بلند شه و به راهش ادامه بده زمین خوردن اشکالی نداره زمین خوردن اونجایی بده که دیگه بعدش انسان نتونه روی پاش بیسته و به تلاش و مبارزه ادامه بده در هر صورت راه و رسم زندگی این طوره که اکثر انسانهای موفق قبل از پیروز شدن به دفعات شکست خورده بودند کسی که دچار توهم خود کوچک بینی شده تلاش و مبارزه نمیکنه چون با خودش میگه چه فایده داره من که به احتمال زیاد شکست خواهم خورد چون این برخوردی اقلانی و مسلحت اندیشانه نیست چون اگر تلاش و مبارزه کنه احتمالی برای پیروزی وجود داره ولی اگر تن به مبارزه نده احتمال پیروزی صفره توهم خود کوچک بینی مثل توهم خود بزرگ بینی در سطح اجتماعی هم مستاخ پیدا میکنه گاهی اوقات من از برخی افراد میشنوم که مثلا میگن ما ایرانی ها استحقاق دموکراسی نداریم ما اصلا برای دموکراسی آماده نیستیم حتما باید یه دیکتاتور بالا سرمون باشه که جمع جورمون کنه این مستاق بارزی از توهم خود کوچک شاید یکی از قدمهای اولیه به سمت دموکراسی ریشکن کردن همین توهمات باشه یا مثلا من به دفعات دیدم به محض اینکه یک جمهوری خواه با یک پادشاهیخواه خواه یا یک اصلاح طلب با یک چپگرا یا یک راستگرا بحثشون بالا میگیره عصبانی میشن و به هم توهین میکنند فوری ناظر بحث میگه دیدی گفتم ما لایق تکثرگرایی و دموکراسی نیستیم البته که باید در مناظرات سیاسی آداب و اخلاق مناظره را رعایت کنیم ولی فکر نکنید در جوامع دموکراتیک غربی افراد از احزاب مختلف هندوانه زیر بغل هم میذارن و همدیگر را ستایش میکنند من در دموکراسی کشورهای پیشرفته غربی بارها شاهد دعوا و مشاجره و تهمت و زیرابزنی و فحاشی بین افراد از گروه های مختلف سیاسی بودم اما نشیدم کسی این وسط یهو بگه ما استحقاق دموکراسی نداریم و همون بهتر که یه دیکتاتور بیا تو سرمون بزنه این حرف ها از توهم خود کوچک بینی نشد میگیرند البته از طرف دیگه قرار نیست که ما دوچار توهم خود بزرگ بینی یا ناسیونالیسم افراطی باشیم اما این بدین معنی هم نیست که باید تو سر خودمون بزنیم و خودمون رو تحقیر کنیم واقعگرا باشیم و بپذیریم که ما هم مثل دیگران ملتی هستیم با نقاط قوت و نقاط ضعفی که داریم ما هم مثل دیگران شایسته زندگی سعادتمندانه هستیم اگر این باور رو در ذهنمون ایجاد کنیم که استعداد و توانایی و شایستگی لازم برای آزادی و دموکراسی و برای رفاه و رشد و توسعه رو داریم اگر توهم خودکوچکبینی بینی رو در ذهنمون ریشه کنیم از اونجاست که تازه میتونیم قدم به قدم آرمان هامون نزدیک بشیم خب قرار نبود من قد وارد حاشیه بشم اجازه بدید یک جنبنی نهایی بکنم و دیگه سرتون رو درد نیارم گفتم که ما باید باورهایی که نسبت به خودمون داریم رو بازرسی و بازبینی کنیم باورهای توهم آمیزمون رو دور بریزیم مثل اون فیلی که پاشو با تناب بسته بودند دوچار توهم خود کوچک بینی شده بود و باور کرده بود که نمیتونه اون تناب رو پاره کنه نباشیم باید تناب ها رو پاره کنیم برای خودمون باورهای مثبت و واقع بینانه نو بسازیم چون باور بهتر تبدیل میشه به تصمیم و اراده و عملکرد بهتر و عملکرد بهتر جهان بهتری برای ما خواهد ساخت باید برگردیم به دنیای پیش از اسارت در تناب دنیایی که باورهای ما هنوز نهادینه نشده بودند دنیایی که درش هر آنچه به واقع ممکن بود در ذهن ما هم ممکن بود دنیای قبل از من نمیتوانم ها دنیای چگونه میتوانم ها دنیای پیش از افتادن و برنخواستن دنیایی که درش از افتادن نمی ترسیدیم چون می دونستیم که بعد از افتادن دوباره برمیخیزیم. دنیایی که هیچ چیز ما را از تحقق اون چه در توانمون بود باز نمی داشت. امیدوارم با گسستن این تنابها خودمون رو از بند توهمات خلاص کنیم. البته این مسیریه که ناگهان نمیشه اون رو طی کرد. باید قدم به قدم و باور به باور جلو بریم تا روزی که بتونیم به مدد باورهای مثبت نسبت به خودمون واقعیتی بسازیم که سزاوارش هستیم. واقعیتی بهتر از واقعیت امروز. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. برای همتون بهترین ها رو آرزو می کنم تا گفتاری دیگر خیرت یار و نگهدارتون.